بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. خاطرش جایی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیا صنف 12 هم با شما از آن همکار هستم. دانش آموزای عزیز، ما در فصل گذشته یعنی فصل 11 هم در مورد امین ها خواندیم. ما فهمیدیم که امین ها چی است، گروهی وظیفوی امین ها کدام است و امین ها چگونه خواص فیزیکی دارن، چگونه خواص کیمیایی دارن. مرکبات مهم امین ها را شناختیم و یاد گرفتیم. امروز اولین جلسه از درس فصل 12 هم کیمیای صنف 12 هم شروع میکنیم. در این موضوع یا این جلسه ما در مورد موضوعاتی که بحث میکنیم در فصل 12 هم گنجانیده شده، از جمله موضوعاتی هست پلمرهای طبیعی را ما میخوانیم. امروز صنف بندی پلمرهای طبیعی را میخوانیم، قندها را میخوانیم و همچنان ساختمان و نامگذاری کربوهیدرات ها یا قندها را میخوانیم. در اول پلمرهای طبیعی چی است؟ پلمرها، اول خود پلمر را بشناسیم، بعدا خیلی راحت است که پلمر طبیعی را بشناسیم. مرکباتی که از اتصال چندین مولکول کوچک ساخته شده به نام پلمر یاد میشه. یعنی یک مونومیر ما بگیریم با دیگر مونومیر یک جای کنیم، دایمیر میشه. زمانی که دایمیرها رو با هم یک جای کنیم تترامیر میشه و به این ترتیب اگر چندین مولکول مونومیر یا واحد های کوچک با هم دیگر یک جای کنیم، ما میتونیم که پلمر به دست بیاریم. خب این واحد های کوچک هم گفتیم که به نام مونومیر یاد میشه. پلمرها به صورت کلی به دو قسم است، که پلمرهای طبیعی است دیگه، پلمرهای مصنوعی است. که پلمرهای طبیعی و پلمرهای مصنوعی مشخصات منحصر به خود داره. به طور مثال پلمرهای طبیعی منشأ طبیعی داره، یعنی در طبیعت وجود داره، و اما پلمرهای مصنوعی در طبیعت وجود نداره، توسط انسان ها ساخته میشه. صنف بندی پلمرهای طبیعی چگونه هست؟ انواع پلمرها از لحاظ نوعیت مونومیر، یعنی از لحاظ ساختار مونومیر، به دو بخش تقسیم میشه. یکی هوموپلمر، هومو به معنای هم نوع، پلمر هم چندین مولکول. پس ما میگیم که پلمرهای هستند که از عین مونومرها ساخته شده باشد، یعنی مونومرهایش یکسان باشد، یک نوع مونومر داشته باشد. به طور مثال شما این قسمت میبینید که یک پلمر اگر ما در نظر بگیریم، چون تمام مهره های ساختمان های از این هم شکل هستند، این را به نام هوموپلمر یا هوموپلمرز یاد میکنه. پلمرهای دیگر رقم هم داریم که به نام کوپلومر یاد میشه. کوپلومر پلمرهایی هستند که از واحدهای یکسان یا از مونومرهای یکسان ساخته نشده باشد، بلکه مونومرهایش از هم دیگه متفاوت باشد. در قسمت شما ببینید یک پلمر است که از مونومرهای متفاوت ساخته شده، این را به نام کوپلومر یاد میکنه. همچنان دانش آموزان عزیز، پلمرها به صورت کلی را به دو بخش تقسیم میشه، یا از لحاظ منشأ پیدایش به دو بخش تقسیم میشه، یکی پلمرهای طبیعی، دیگه پلمرهای مصنوعی. پلمرهای طبیعیش پلمرهایی هستند که در طبیعت وجود داره، یعنی منشأش طبیعت است، در خود طبیعت ساخته میشه، که شامل قندها، پروتئین، انزایم، ابریشم و غیره می باشه. مثلا یک نوش نشایسته است که ما در اینجا نشایسته را داریم و ببینید که نشایسته چی رقم است. نشایسته هم از جمله پلمرهای طبیعی هستند یا از جمله قندها هستند. نوع دومش پلمرهای مصنوعی هستند. پلمرهای مصنوعی پلمرهای هستند که منشأ طبیعی نداره، یعنی در طبیعت ساخته نمیشه، بلکه خود انسان ها میتونن اونا را بسازن. به طور مثال پلی اتلن، رابر مصنوعی، پلی استیارین، پلی استر، پلی امایت ها، اینا از جمله پلمرهای مصنوعی هستند که توسط خود انسان ها ساخته میشه. خب قندها یا کربوهیدرات اینا چی هستن؟ قندها گفته میتونیم که قندها هیدروکربن های مرکبات عضوی هستن که از هیدروژن، اکسیژن و کربن ساخته شده باشد، و اینا از جمله مرکبات بسیار مهم حیاتی می باشند. در اکثر موادهایی که ما در زندگی روزمره خود ازش استفاده میکنیم، این مرکبات کربوهیدرات ها وجود دارند. مثلا غذای تمام موجودات زنده را کربوهیدرات ها تشکیل میدن.
و همچنان بر علاوه غذا مثلا کلکین، دروازه، مبل، فرنیچر، البسه و غیره موادی که ما در زندگی روزمره خود استفاده میکنیم کلا به یک نحوی به کربوهیدرات ها ارتباط داره و یا هم از اونها ساخته شده است. کربوهیدرات ها با وسیله نباتات سبز توسط عملیه فتوسنتز ساخته میشه. دانش آموزای عزیز شما خوب دقت کنین، نباتات در برگ خود ماده سبز رنگی داره که به نام کلروفیل یاد میشه. این کلروفیل قدرت داره که نور آفتاب را جذب میکنه، کربن دی اکساید از محیط میگیره، آب را توسط ریشه های نباتات که جذب میشه میرسه به برگش، همه اینها را با همدیگه ترکیب میکنه و عملیه فتوسنتز انجام میشه که در نتیجه عملیه فتوسنتز قندها تولید میشه و این قندها باز میتونه که دوباره تجزیه شوه و به انرژی تقسیم شوه. پس ما گفته میتونیم که نباتات در حقیقت فابریکه یا لابراتوار طبیعی است که خیلی راحت میتونه کربوهیدرات ها را تولید بکنه. ما مدل زیر کار میکنیم که چگونه کربوهیدرات ها در نباتات تشکیل میشن. خب ما گفتم که در نباتات برگ های سبزش داره کلروفیل است که میتونه کربن دی اکساید را از هوا بگیره و آب را از ریشه میگیره، بر علاوه نمکیات و منرال ها را میگیره، اینا رو با هم دیگر ترکیب میکنه، مرکبی که تشکیل میشه C6H12O6 است. خب دانش آموزان عزیز، بر علاوه مرکب قندی گلوکوز دیگر نباتات قدرت تولید چی را داشت؟ آفرین، اکسیژن. پس میتونه که یک مقدار زیادی از اکسیژن را هم تولید بکنه که در قسمت مدل ما چون توزیع نیست، یک ششی قسمت بانیم، یک عدد شش در قسمت که بانیم و اینجا یک شش میمانیم، مدل ما میشه توزیع. خب دانش آموزان عزیز، زمانی که گلوکوز ساخته میشه، یعنی مواد قندی ساخته میشه، در خود نباتات یک مقدارش به مصرف میرسه، یک مقدار دیگه هم تشکیل میوه و دانه میکنه و انسان ها یا حیواناتی که از نباتات استفاده میکنن پس دوباره در اثر عملیه تنفس حجروی این تجزیه میشه با کربن دی اکساید و آب. تجزیه زیرا ما کار میکنیم، گلوکوز C6H12O6 زمانی که با اکسیژن هوا یک جای میشه در نتیجه تبدیل میشه به کربن دی اکساید، آب و یک مقدار زیادی انرژی. خب مدل ما توزیع نیست، یک شش دقیق قسمت بانیم، یک شش دقیق قسمت بانیم و یک شش هم که دقیق قسمت بانیم، مدل ما میشه توزیع. خب دانش آموز عزیز، گفت روی انرژی است. انرژی که در اثر عملیه فتوسنتز تولید میشه و قندها تجزیه میشه، انرژی رو در بدن ما تولید میکنه. از این انرژی ما میتونیم در حیات روزمره خود استفاده بکنیم و زمان که فعالیت میکنیم در قدمی انرژی است که در اثر تجزیه کربوهیدرات ها در بدن ما تولید میشه. شما این دقیق قسمت ببینید، گلوکوز دوباره تجزیه میشه به کربن دی اکساید و آب، در نتیجه انرژی که تولید میکنه ما ازش استفاده میکنیم. خب بخش بعدی از ساختمان و نامگذاری کربوهیدرات ها یا قند ها، چه قسم ما میتونیم که ساختمان و نام از اینا را بگذاریم. کربوهیدرات ها را به نام هیدریت کربن هم یاد میکنه. هیدریت یعنی آب، هیدریت کربن یعنی کربن آبدار. چرا به این نام یاد میکنه؟ به خاطر که فرمول عمومی کربوهیدرات ها است CnH2O+N، یعنی در ترکیبش اگر ما خوب دقیق شویم یک مولکول آب است و تعدادی از اتم های کربن وجود داره. پس نظر به این فرمول میگه که قندها رو ما میتونیم بگویم که کربن آبدار. و اینجا کار میکنیم، از CnH2O+N نظر به اینکه در دای ترکیب مولکول های آب است ما برش گفته میتونیم که کربن آبدار. اما خود قندها شامل دو بخش میشن، قندهایی که مشتقات یا هم پلومرهای الدهایدی است و
و قندهایی که پلومرهایی که تونی هستند. اونو قندهایی که بقیه یا پلومرهای الدهاید است اونا رو به نام الدوز یاد میکنن و او قندهایی که مشتقات یا هم پلومرهای کتونی است اونا رو به نام کتوز یاد میکنن که اینجا ما کار میکنیم که چه قسم ترکیب میشه و چگونه میتونیم که ساختمان از اونا رو رسم بکنیم. قندهایی که پلومر الدهایدی دارن، فرمول عمومی الدهاید چی بود؟ آفرین، آر رابطه سی دو رابطه با اکسیجن رابطه هایدروجن، یعنی قندهایی که از پلومر الدهاید تشکیل شده باشد. ما یک نوع مثال شد داریم، گلوکوز است و این قندها را به نام الدوز هم یاد میکنن. خب اینا را چه قسم ما میتونیم که رسم بکنیم؟ قند گلوکوز، گلوکوز فرمول مولکولی C6H12O6 داره. 6 کربن، 1 2 3 4 5 6. خب اولا که ما گروپ کتونی را در نظر میگیریم، دو رابطه با اکسیجن داره، یک رابطه با هیدروژن داره. کربن سومش که کربن است به طرف چپ گروپ OH داره، متوقعه به طرف راست گروپ OH داره. خب این 4 رابطه از کربن پوره شد، متوقعه رابطه ها را که کم بود داره توسط هیدروژن ما تکمیل میکنیم. خب این است فرمول زنجیری گلوکوز. ما اگر بخوایم این رو به شکل حلقوی در نظر بگیریم یا شکل حلقه زیر در نظر بگیریم، هم میتونیم که خیلی راحت را رسم بکنیم. خب یک رابطه دوگانه یا رابطه پایی که بین کربن و اکسیژن هست قطع میشه، یعنی رابطه قطع میشه. از طرف دیگه کربن پنجم او اج خود از دست میته، میای در قسمت کربن یا بالای کربن نصب میشه. در نتیجه فرمولی که اینجا ما می داشته باشیم اکسیژن است، طرفش کربن است، بالا هیدروژن، قسمت پایینش او اج، کربن بعدی است، قسمت بالا هیدروژن، قسمت پایینش OH است، دیگه کربن است، قسمت بالا OH است، قسمت پایین هیدروژن است و دیگه کربن است که در قسمت بالا هیدروژن، قسمت پایین OH است، دیگه کربن است که این کربن اینجا CH2OH نصب است و کربن با اکسیژن رابطه داره، در قسمتش هم هیدروژن است. یکی از شکل حلقوی از مولکول گلوکوز است که ما در اینجا یک مدل هم از ساختمان گلوکوز ساختیم که شما ببینید که چه قسم است. خب دقیقا مشابه به چیزی که رسم کرده بودیم، اکسیژن است، 5 کربن در حلقه وجود داره و یک کربن هم در قسمت بیرونیش است که این مولکول است، یک مولکول از گلوکوز است. خب بر علاوه قندهایی هستند که از پلومر کتونی تشکیل شده، ایرا ما رسم میکنیم که چه قسم میتونیم اونا را تشکیل بدیم. خب قندهایی که پلومر کتونی داره، خب قندهایی که پلومر کتونی داره فرمول کتون هم بود R رابطه C در اکسیژن رابطه R، یعنی فرمول عمومی کتونه. مثال از این اگر ما بگوییم است فرکتوز و فرمول فرکتوز C6H12O6 و اینا از جمله قندهای کتوز است. خب رسم میکنیم، یک کربن، دو کربن، سه کربن، 4 5 6. باید گروپ کتونی را در نظر بگیریم، گروپ کتونی در کربن دوم در نظر میگیریم که کربن اول هم من حیث رادیکال یا R اینجا وجود داره، هیدروژن او اچ، هیدروژن کربن سوم به طرف چپش او اچ داره، متوقع کلن به طرف دست راستش او اچ داره. متوقع رابطه ها را با هیدروژن تکمیل میکنیم تا اینکه فرمول فرکتوز را بدست بیاریم. یه از فرمول فرکتوز، خب در فرمول فرکتوز هم مثل گلوکوز رابطه پایی که وجود داره قطع میشه
رابطه پای قد میشه و گروپ OH از این قسمت میایه بالای کربن نصب میشه. در نتیجه فرمولی را که ما میداشته باشیم اکسیژن است، کربنش دای کربن یک هیدروژن به طرف بالا، OH به طرف پایین. البته در قسمت بالای ازی CH2OH است، CH2OH که بالایش نصب است. پایین میایم کربن است، کربن دومی، قسمت بالایش هیدروژن، قسمت پایینش OH. پایین میاییم کربن است، قسمت بالایش OH، قسمت پایینش هیدروژن. OH. در قسمت هم کربن وجود داره، قسمت بالایش هیدروژن و قسمت پایینش OH. این کربن با این اکسیژن در ارتباط است و در قسمت بالایش هم از CH2OH. یعنی فرمول فرکتوز شکل حلقویش به این شکل میتونیم ازش بسازیم، یا این شکل حلقوی را فرکتوز به خود میگیره. خب ساده ترین کربوهیدرات ها با در نظر داشت فرمول عمومی فرمالدهید ها تشکیل میشه. بنابراین ما گفته میتونیم که هرگاه ما پولومیر فرمالدهید به دست بیاریم میتونیم که ازش قندها را بسازیم. در قسمت شما میبینید که فرمالدهید است در مورد کلسیم هایدروکساید تبدیل میشه به یک قند یا گلوکوز یا هم فرکتوز که فرمول عمومی 36H12O6 داره. خب در این قسمت ببینید فرمالدهید فرمولش بود هیدروژن کربن در رابطه با اکسیژن رابطه هیدروژن. زمانی که ما 6 مولکول از این بگیریم، اینا در موجودیت کلسیم هیدروکساید پولومیر میشه، در نتیجه مرکبی که تشکیل میشه 36H12O6 است. خب ما تانستیم که از پولومیر فرمالدهید قند به دست بیاریم. در ادامه کربوهیدرات هایی که دارای گروپ و یا گروپ هایی کتونی و آلدهیدی می باشه که خود اکسیژن در حلقه ارومات وجود داشته باشه که حلقه فوران و حلقه پیران هستن، اینا هم در نتیجه پولومرایزیشن به دست می آید و این قند ها را ما در جلسه آینده به طور مکمل و مفصل می خوانیم و یاد می گیریم. دانش آموزای عزیز، موضوع امروز ما در مورد پولومرهای طبیعی بود. پولومرهای طبیعی را ما شناختیم، پولومرهای مصنوعی را شناختیم، در مورد قندها معلومات حاصل کردیم، در مورد ساختمان و چگونگی ارتباط بین اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن معلومات حاصل کردیم و کاربرد قندها را در زندگی روزمره خود خیلی زیاد فهمیدیم و یاد گرفتیم. خب دانش آموزای عزیز، در آخر یک کارخانگی که در کتابتان هست، سوالات فصل 12 را دیده، سوالایی که مربوط به درستان میشه اونا را دریافت میکنین، حل میکنین تا ای که این موضوع را خیلی خوب یاد بگیرین و فراموشتان نشه. دانش آموزای عزیز، تا جلسه بعدی و ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.